مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان و راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود به بینندگان عزیز تلویزیون پارس، من آنجلو طالبی هستم، بردمه روی خط پلو تقدیم حضورتون میکنم. امروز پنجشنبه 3:30 بعد از ظهر اوت 1 2024، August 1, 2024. به هر جهت خودتون شاهد هستین که اتفاقاتی در دنیا داره میفته. بالاخره بازار سهام زیر بناش تأثیر میذاره اونو تأثیر میذاره و به جز اون خبرهایی که درآمد میاد، چون این خبرهایی که درآمد میاد یادتون باشه درآمد یک چیز آینده هست، یعنی به نظرشون اینقدر خواهند ساخت و بالاخره دنیا تجارت هایی که میشه در حال حاضر تحت تأثیر جیوپالیتیکس یا جغرافی سیاسی هست. هرچندم شما مثلا دریای سرخ الان به خاطر روسیه خیلی و دور بزنن از این برن مثلا راهشون سه برابر بشه که محصولات رو برسونن. همونطوری که قبلا هم گفتم این بازار، من یادم پریروز که سه شنبه بود راجبش صحبت کردم که ما ببینیم یه دفعه 400 واحد میره بالا، 400 واحد میاد پایین، 500 واحد میره بالا، 600 واحد میاد پایین. شما اگه نگاه کنید اینو بشون چاپینس، چاپینس وقتی که دریا جزرومد یا طوفان میشه که چاپی میشه، یعنی چون موچا به طور منظم نمیان و اونو سرفرا خیلی دوست دارن چاپینس رو، چون هیجان انگیزه. یعنی اونه که تو آب رفتن حالا بلدن چوب بازی، ولی البته بعضیش هم غرق میشن. ولی منظورم اینه که همینطوری گفتیم شما نیا کنید از 1915 تا به حال در جنس نیا کنید اتفاق افتاده، یعنی امر طبیعیه که یک نقطه میرسه که جهتش نمیتونه پیدا کنه، هی بالا پایی میره ولی همون سر جاش وای میسته. ما میبینیم که این چند وقت این اتفاق افتاد. امروز بازار سهام آمریکا ما شاهد این بودیم که وقتی درآمدها اومدن بیرون دیدیم که چیز بوده، مثلا داو جونز 494 واحد پایین اومد، 40,347 1.2%، ولی نزدک دو برابر اون به 405 واحد برای 17,195. یعنی ما میبینیم که این 500 بعد فالو ثرو، یعنی وقتی ادامه پیدا میکنه. ما اولین روز داریم میبینیم که یکی از روزهاست، نه اولی نه، یعنی که فالو ثرو میکنه. فالو ثرو یعنی شما آینده، یعنی چیزو بهش میگن پری مارکت. تو پری مارکت الان که بازار 122 واحد دیگه ارزک اومده پایین، یا داو 130 واحد دیگه اومده پایین. البته میتونی شب فرق کنه، ولی شما اگه الان حساب هایی دارین میبینین که این بالا پایین رفتن ها رو تو شاهد هستین. البته من نکته متوجه شدم اشخاصی که حساب دارن تو این بروکرش هاوس های معروف، من اسم ببرم مثل فیدلیتی، چارلز شواب، این انقدر بزرگن، حالا من اسم ببرم نبرم فقط چند تا هستن. اگه نگاه کنید وقتی بازار بالا میره مال شما مثل اون بالا نمیره، وقتی پایین میاد بیشتر پایین میاد، یعنی اینو متوجه میشی. اونم بخاطر اون درصدیه که اونا چارج میکنن و به جز اون مثل شما یه پرگار میمونه دور میز، بعد برمیگردیم بعد 5-6 سال دیگه اگه شانس پیدا سرش اولش ممکنه بره بالا، ولی وقتی بازاشو میکنن پایین اومدن شما شدت پایین اومدن میبینی. من میتونه که گفتم به قول لاتین میان کاویات، یعنی کرفول باشین، کاشن، احتیاط کنید، به خاطر اینکه این حساب اگه شما نه اگری هر کسی الان میام هر کسی 90% اشخاص بازار سهام بهشون تاثیر میذاره. چرا؟ تو 401k ایشون هست سر کار، شاید خودشون سهام داشته باشن، بچه هاشون داشته باشن، توی نوع حساب هایی که دارن تو اونا هست، مثل variable account. شما variable life insurance یا variable annuity داری میبینین که
یک دفعه میتونه بیاد پایین، چون مردم متوجه نیستن. وریبل وقتی شما میشنوه یعنی اصل پول تضمین شده نیست، وقتی فیکس میشنوه یعنی اصل پول تضمین شده است. اون ثابته، اون متغیره. متغیر میتونه پایین بیاد، فیکس پایین نمیاد. و وقتی هم بالا میره سر اون سالگردش، هر چیزی که شما استفاده کردین میری تو قلک تضمین ها. مثلا شما سی دی میذارین 100,000 دلار تو مثلا چیزه، من مثلا 100 میگم، حالا مثلا سی دی که بالا نمیره هم عدد میمونه. و حالا اینجا مثلا اگه 100 بشه 115، حالا نگم 120 130، حالا 15 دلار اضافه که شما آوردین، حالا 115 دلارتون تضمینه. یکی از فرقهای بزرگ این حسابایی که ما میگیم اینه با سی دی. و دوستان عزیز، سی دی در حال حاضر اگر شما مالیات، حتی کمترین مالیات بدین و تورم ازش کم کنید، نت افکتش یا اثر خالصش منفیه. اگه میخوایم بدونید سی دی در 50 سال اخیر هیچ وقت مثبت نبوده. یعنی شما تورم رو کم کنید و همچنین ترس هم کم کنید، همیشه سی دی شما بگین یک سال بوده که سی دی مثبت بوده. یعنی شما تورم رو کم کنید دوباره. مثلا الان گاورمنت باندا 4.3% هم. دوباره اگه تورم رو کم کنید، حالا باندها تریجری شما یه تکس رو نمیدین، مثلا ممکن استیت معافی بشه ولی هنوز فدرال رو باید بدین یا مشتقاتی از این. برای همین شما به چیزی که در آمریکا تکنولوژی هستش، که چون سیدی تکنولوژی درش نیست، مثل خریدین دیگه، یا استاک چه تکنولوژی درش، استاک خریدین و میره بالا یا میاد پایین. حالا شما میتونید بگید من یه راهی بلدم، چون خیلی به من میگن که من میدونم، من تو این بازار خیلی میتونم بسازم. سعی میفهم، من مطمئنم خیلی اشخاص هستن خیلی باهوش هستن، ولی وقتی میاد پایین شما چه جوری میخوام؟ حالا بگی نه من اون زمان میفروشم شورتش میکنم. من چه اینا رو شنیدم بهتون میگم. من به آقا سوال میکردم، گفت هر روز من میدونم باید چی کار بکنم. چون بعضی هستن وقتی بازار میره بالا به خودشون یک نوع نمیخوام بگم توهم، یه نوع امن مشتبه میشه که من تو بازار خوب هستم. پس نه که بد هستین، بازار خوبی و بدی نداره. بازار اینه که وقتی که میگم یه موج میاد، 3 تا از 4 تا کشتی حرکت میکنن بدون دلیل. مثلا وقتی بازار شما استاک ایکس وای زد اومده پایین، ببینید چه اومده پایین، اصلا میگن این the sympathy of، یعنی با همدردی با اونا و نه با شعفشون. چون وقتی این کمپانی ها الان شما نگاه کنید بازار سهام تو آمریکا فقط 10 تا کمپانیه که تقریبا 80% بازار دست ایناست، که با هم دیگه تقریبا 20 تریلیون دلار هست. 20 تریلیون دلار. بزرگترینش هم انویدیا است. البته کسی نشنیده انویدیا، در مطمئنا بعضی شنیدن، ولی خیلی اصلا میگه انویدیا دیگه چیه. مثلا آی بی ام رو شنیدی، والمارت رو شنیدی، اکسان رو شنیدی، ولی کمپانی شاید 20 سال از الان بزرگترین کمپانی دنیا ما نمیدونیم چیه. 30 سال از الان 70% سر منایسی 70% کمپانیایی که شما الان میبینین یادتون رفته، چون کمپانی های جدید اومده که اصلا اسمشون من نمیدونم چیه، شما میدونین چیه. کمپانی هایی که هر دهه ای، مثلا دهه 80 چی بود؟ بایوتک، بایوتکنولوژی، 90.com بود. همین چه هر 10 سال، حالا من دیگه 10 سال هست، حالا بخوابم هر 10 ساله. حالا ما تو تکنولوژی ایرا هستیم الان، حالا ممکنه که این فرق کنه، یه ایرای دیگه بیاد، یه چیز جدید بیاد. مثلا وقتی کووید اومده بود چی اومده بود؟ مادرا، فایزر، کمپانی های دارو مثلا نووا وکس، 5 دلار شد 400 دلار، بعد دوباره برگشت 5 دلار. حالا البته بیشتر 5 دلار. منظورم اینه که شما باید مخصوصا در یک سن به خصوص که شما از این دیگه تو این راه ندین و مطمئنا جایی بذارین پولتون رو که مثل درخت زیر سایش لذت ببرین، یه پتو بذارین ریلکس پیکنیک بدین و هم یه میوه داشته باشه بردارین بخورین، میوه های خوشمزه. اون میوه رو میان درآمد، حسابی که درآمد داره. چرا شما ریال استیت میخرید که درآمد بهتون بده ولی پیش خودتون میگه بالا میره؟ رفته، البته میتونه پایین بیاد. اینجا ایران نیست که همیشه میتونه بره بالا، هیچ وقت پایین نیاد. چون اگه اینطوری باشه نسل جدید مثل بچه های آفیس ما، مثل
ایمان، سامی، بقیه بچه های آفیس خب دیگه نمیتونن خونه بخرن، همین چیز بره بالا میگن کچ اپ جنریشن، یعنی باید بیاد پایین که نسل بعدی مثل اتوبوس سوار اتوبوس شن که میگن الو بابا یه بقیه بودن باشون بیان. و این اتفاق مطمئنا میفته. در حال حاضر به نظرم مطمئن ترین حساب هایی که خیالتون راحت باشه، اگر 30 سال تا 75 یا 80 هستید، جایی است که زنگ بزنید آفیس ما 310-205-9000 310-205-9000. مثلا یه حساب هست براتون بگیم، یه حساب هست اصل پولتون، من هست حساب اینجا میگم اصل پول تضمین شده از بهام، خیالتون راحت بشه. به محض اینکه وارد میشین 20% به پول شما اضافه میشه به عنوان اینکام ولیو یا منبع درآمد. این چیزی براتون میگم. دو تا دایره رو فکر کنید، یه دایره پول خودتون مثلا سی دی 5% حالا ولی میتونه بیشتر هم باشه، میتونه از 0 باشه یا از 1 باشه، مینیمم میشه که 1 باشه تا هر چقدر. توی این قلعه اصل پول شماست و این پولی که شما استیتمنت میگیرید مثل همه از حساب دیگه، ولی یه دایره دیگه هم توی این حساب هست که فقط این حساب دارن، به این میگن اینکام بیس. مثلا شما وقتی که تو این دایره معمولا اینطوری است، مثلا شما یه 5% میگیرن، 5% این 100,000 دلار دارین میگیرین دیگه، درسته؟ اینجا مثلا سال اول از 120,000 شروع میشه، حالا اگه شما خیلی درآمد بگیرین درصدی از اینه میگیرین نه اینو. بعضی اینو متوجه میگه پس پول ما نیست، نه پول شماست، چون باعث میشه درآمدتون بیشتر بشه. حالا این حساب 10% تضمین شده برای 10 سال هم هست، اگه دست بزنی یا اگه دست بزنی دیگه اون 10% تو اون سالی که زدی نیست. یعنی چی؟ یعنی سال آخر سال میشه 130 شد 100 بود، 120 شروع میشه، 10% 10,000 میشه چی؟ میشه 130، سال بعدش 140، 150 همینطوری. حالا شما اگه درآمد بگیری مثلا همون گفتم 150 که سال چهارمه، شما درصدی از 150 رو میگیرین. حالا مگه اگه سی دی 5% از 100 رو داره میده، اینجا شاید 7% از 150 رو میده به خاطر سنتون. اول یه سنتون کمتر باشه کمتره، ولی از 4.5 هستش تا 7.5 بس یه سنتون داره، مثلا 70 ساله تقریبا 7%، یعنی شما بعد 4 سال 7% 150,000 دلار میگیری که میشه 10.5%، 10,500 تا. اینجا شما 5% 100 تا میگیرین، حالا اگه سی دی بهرهاش پایین نیاد. اینجا به محض اینکه شما وارد میشین اون 20% و 10% دیگه برای شما هست. برای همین توجه بفرمایید، برای همین اشخاصی که در این مقطع زمانی این کار میکنن 5-6 سال دیگه خیلی خوشحال خواهند بود. چرا؟ چون شما وقتی یه بهره رو میگید سالانه دارین میگین، اینجا درآمد مادام العمره. اگه 10% شما مثلا 20% بله بالا ممکنه بیاد 5 سال دیگه، اینجا این 20% بله بالا درآمد شما 20% تا آخر اون میره بالا. حالا میتونه مثلا دیرتر بگیرین درآمدتون بسیار بسیار بیشتر بشه. این برای کسایی که آیرا 401k دارن بعد رول اوور کنن پرفکته. البته کمپانی که مد نظر من، ما با هیچ کمپانی کار نمی کنیم دیسکلوز کنم، ما برای شما کار میکنیم قانونا. و ولی یکی این کمپانی که الان مد نظر من دارم بهتون میگم ای پلاس 115 سالش آمریکا هستن و هیچ نه تبلیغی میکنن نه از این کارا میکنن، با ایندیپندنت ادوایزر یا با مشاوران مستقل مثل بنده و آفیس ما کار میکنن. بنده هم تیمی نیست سرتیفاید فاینانشال پلانر هستم، رجیستر اینوستمنت ادوایزر هستم. بالاخره 4-5 سال تجربه هم یکی دوتا چیز یاد گرفتیم تو این بزنس که به نظر من شما میتونید با اعتماد کامل، چون هیچ وقت شما پولی برای ما ننویسید مگه اینکه فی ادوایزری باشه، ولی اینوستی که میکنیم مستقیما ما به شما میگیم کجا بفرستیم، در دست شما میاد و 0% سیلز چارج داره، هیچ چارجی نمیپردازیم. و یه حسابایی داره که 1% میدید گارانتی های زیادتر دارید، میتونید 1% رو ندید، گارانتی کمتره و اصل پوله، ولی گارانتی هایی میخواین عالی باشه. مثلا یه مثال براتون بزنم، یه آقای خونش فاکتور 50 سالش بود، یه میلیون میزه، ولی من انتظار میکنم هر کسی یه میلیون داشته باشه، ولی این اتفاقی که افتاده براتون میگم، ایش یه میلیون میذاره، پنشن برای خودش نداشت، هر کاری میکرد برای خودش کار میکرد. یادتون باشه اگه شما پنشنی درآمد مادام مدام ندارین، هر چقدر ثروت داشته باشین تایی دلتون این مقدار نگران هستین،
چون رنت ممکنه بیاد بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه. این آقای یه میلیون گفتیم 15 سال میذارن، در یعنی وقتی 65 سالشون شد از این یه میلیون 15,000 دلار در ماه میتونن بگیرن گارانتی تا آخر عمر. این خیلیه، میشه 180,000. این آقا 65 تا 70 سالگی پولش رو پس گرفت، 5 سال 180 میشه 900,000 دلار تقریبا پولش رو پس گرفت. حالا من دیم آقا بسید این 65 تا 95 چند سال میشه؟ 25 سال. 25 تا 180,000 چقدر میشه؟ 4 میلیون. البته الان آدم ها تا 90 شد 95 هم زندگی خواهند کرد، یعنی با اون 1 میلیون 4 میلیون درآمد برای خودش تضمین کرد. و یه میگم forward looking strategy یعنی به آینده نگاه کردن. برای همین اگر شما پولایی دارین، اگه در بازنشستگی 401k این هست که میتونین بذارین اینجا، خیالتون راحته و RMD friendly. RMD وقتی شما 73 سالتون میشه ولی یه چیزی از اون حسابتون بردید اگه آیرا دارین، این توش مکانیزمی که اینو محاسبه میکنه، یه چیز بهتر از اون داره. اگه همسر شما بشه بنفیشری، اگه اتفاقی برای شما بیفته آدماتیکلی چی میشه؟ سپاوزل آیرا، آیرا خانم. اگه با همدیگه اتفاقی افتاد میشه اینهریتنس آیرا، یعنی آیرای بچه ها. همین چیزایی که من میگم کوچیک ممکنه باشه، ولی وکیل نباید بگیریم بریم مطمئن باشین اتفاق میفته در زمان فوت. حسابدار لازم نداری 7 سال براتون محاسبه کنه آرمی چقدر میشه آخر سال. اینا به اضافه اصل پول که تضمین شده است و درآمدی که من به شما میگم، دلیلی که من تو این 44 5 سال چنین درآمدی ندیدم، دلیلش اینه که بازار در حال حاضر چون بهره ها رفتن بالا و بازار خوبه این اتفاق میفته. ممکن شما 2 سال از الان، یه شخصی الان 70 سالش بشه، اون شخص 70 سال 2 سال از الان، ممکن من درآمدی که میگم کمتر از این باشه، به خاطر اینکه شرایط فرق کرده، ممکن بهره ها بیاد پایین و این بسیار با حائز اهمیته. و اگر بهره برن وقتی شما وارد میشه بهره بیاد پایین، یه چی دارن ام وی ای بهش میگن، اون حتی ارزش خود پولتون رو باعث میشه بره بالا، چون باند دارن یا بهره میاد پایین قیمت بانده میرن بالا. یعنی شما ضرری در این حساب نیست، فقط استفاده است و مهمتر از همه درآمده تضمین شده مادام العمره. اینو استادی کردن تو برین مپینگ، تو سلیپ پترن، حالا من فارسی سختمه، یعنی تو خیلی چیزای نیرو اکنامیکس اینو استادی کردن. حتی یک کم فقط بلینر باشه، بس من 10,000 دلار درآمدی ممکنه بخنده، ولی یک اپسیلون بهتر میشه از نظر اطمینان. و بهترین قسمت آخرش بگم، در چند ایالت آمریکا، مثلا تگزاس میگم، ورجینیا، فلوریدا، و آریزونا، اون ایالات این درآمد آقای که گفتم 15,000 دلار در ماهه، اگه احتیاج به پرستاری برای لانگ ترم کر بهش میان داشته باشه، اون 15 میشه 30,000 دلار در ماه. به این فکر کنید، اون مردی که 50 سالشه خیالش راحته که 65 سالش بشه 15 تا آخر عمرش میگیره، و اون اگه احتیاج به پرستاری داشته باشه، خانومش بچهاش نباید نگران باشن، یه ماهانه هم داده میاد، هر ماه داره براشون میاد، میتونن بقیهش هم بزنن جیب خودشون. یعنی ممکن 12,000 دلار خرج کنن، بقیه رو بزنن پول جیب خودشون. و اگر فوت اتفاق بیفته، اون دث بنفیت، این لایف اینشورنس نیست، دث بنفیت که همون مکسیموم پولتونه، آیرای خانم میشه. حالا بگی منفی این چیه؟ کسی پولشو بذاره بگی 6 ماه دیگه میخوام بردارم، اون برای اون شخص نیست، این برای اشخاصی که میخوان longer term، یه ذره طولانی تر بزنه تا آخرم. البته اگر به نظر من اینی کسی میگیره تا آخرین نفس زندگیش نگه داره که درآمد بهش بده، مگه اینکه چی بیاد مثلا 5 سال 6 سال از الان من نمیدونم، و تازه این اتفاق بیفته که از بهتر باشه، به شما اجازه میدن 1035 exchange بکنید. 1035 exchange مثل ریال استیت میگن 1031، 1031 اینو میگن 1035. ولی یادتون باشه این سالا اینقدر مواظبش هستن، Government of United States Federal Mandate داره، هر ایالتی دپارتمنت خودش داره، هر کمپانی دپارتمنت خودش داره، ولی سویدبالتی یعنی ببینم برای شما درست هست یا نه. و اگر میخواید اکسچنج کنی، همون کمپانی، همین کمپانی، همین ایالت هایی که هستن و هم گاورمنت نگاه میکنه، چون بعضی هم میگن آقا ما
لزان مثلا پول گذاشتی تو اندران رفت مثلا، خب چه رفتی به این نداره، چون شما یه کاری کردین که مثلا اون زمان برای یه سهم رو خریدیم نه سهام، این فاینانشال انجینیر اکانت. اگه شما تکنولوژی نکسیس رو قبول دارین، به نظرم تکنولوژی نمبر وانش تو این حساب هست برای مردمش. من نمیدونم چند نفر شما هستین که درآمد تضمین شده مادام العمر به جز سوشال سکیوریتی داشته باشین. یا آقای اومد پیش من 69 سالشون، گفت نه من آیرا دارم نه پنشنم، دانتان بزنس خودم رو داشتم. بهش گفتم با یک حرکت میتونی درآمدی که بگیری که حتی از اون سوشال سکیوریتی هم بیشتره. گفت دوستان 3000 تا میگیره. بهش برنامه نشون دادم که با 650000 دلار داشت، خیلی درآمد بیشتر از اون میگرفت، خود پولش هم سر جاش بود، رشدم میتونست بکنه. برای همین شما اگه میخواین زنگ بزنید به آفیس ما 310-259-3102-59-000. هر کسی که جواب داد بگید من برنامه تلویزیون نگاه میکردم یه همچین چیزی بود. ما برای شما کاستومایز به سنتون، اسمتون، خودتون یه چی براتون میفرستیم به عنوان هدیه از طرف این برنامه. شما اگه این حساب رو ببینید اصلا چشتون باز میشه به یه مسیری در زندگی که خیلی خیالتون راحت تر میشه. Peace of Mind Formula به این میگه فرمولا. ما یه لانچن داریم به همین از Peace of Mind فرمولای آرامش خاطر برای اشخاصی که توی طرف های علیه هستن میتونن. ما هست شنبه و پنج شنبه لانچن داریم که میتونین تشریف بیارین، خانوم حسابدار هر کسی میخواین با خودتون بیارین. ازتون باشه این تلفنی که شما میزنید فرق زیادی در آیندهتون خواهد کرد، چون با این تلفن ممکنه کاری بکنید. چون شما مثلا 75 سالتون بشه دو تا حالته، این چیزی که من میکنم انجام میده، درآمد دارین و این کار نکنه اون درآمد نداره. حالا ممکن اون پول 20 برابر شده باشه، ممکن اصلا رفته باشه، ولی یه چیز هست با این چیزی که من میگم خیالتون راحت، در آینده درآمدی خواهید داشت. من آنجلو طالبی از طرف دفترمون به شما خوش آمد میگم. دفتر ما زنگ بزنید 310-259-9000. روزتون شاد و نیک باد. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود.